سرخط خبرها. یافته های بی بی سی درباره ابعاد بحران کرونا در ایران. شمار جانباختگان در زمستان گذشته ممکن است 5 برابر آمار رسمی باشد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا روی میز شورای امنیت سازمان ملل. بحث درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران امروز شروع می شود. آمار رسمی زنان مبتلا به کرونا در افغانستان بسیار کمتر از شمار واقعی. کمیته بین‌المللی نجات میگوید آنها به اندازه مردان آزمایش نمی شود. و توقف خدمات ضروری در بعضی از بیمارستان‌های اروپا به خاطر کرونا. خیلی از زنان باردار برای سقط جنین تنها ماندند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. تحقیقات بی بی سی نشان میدهد که شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران در زمستان گذشته میتواند تا 5 برابر آمار رسمی که دولت اعلام کرده باشد. در زمستان سال 98 همزمان با شیوع کرونا 6400 مرگ اضافی نسبت به سالهای قبل ثبت شده که با توجه به توزیع جغرافیایی آن میتواند عمدتاً به کرونا مربوط باشد. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بر اثر کرونا در زمستان گذشته رو 1284 نفر اعلام کرده. بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو با من هست. بهرنگ، اینجا یه مفهومی هست، مفهوم مرگ اضافی که ما رو به این نتایج میرسون. کمی راجع به این مرگ اضافی چیه؟ کمی راجع به اون بگو. ببین، وقتی میخوایم تعداد قربانیان شیوع کرونا رو بشمریم، شمردنش به این راحتی ها نیست، به خاطر اینکه خیلی از کسانی که در بیمارستان یا در خونه فوت میکنن و به این ویروس مبتلا هستن، ممکنه که اولا آزمایش نشن و ما ندونیم که در زمان مرگ مبتلا به ویروس کرونا بودن. اتفاقی که خیلی از کشورها مخصوصا در اوایل شروع این همگیری اتفاق افتاد، تعداد آزمایش ها کمتر از تعداد مورد نیاز بود. و در ثانی خیلی از این آدم ها در واقع مثلا ممکنه به دیابت، سرطان یا بیماری های دیگه مبتلا باشن و موقعی که فوت کردن نمیشه با قطعیت گفت که در اثر ابتلا به کرونا بوده یا در اثر بیماری های قبلیشون. این یه بخش داستانه. بخش دوم داستان اینه که اتفاقی مثل شیوع کرونا یک اتفاق عادی نیست، به خاطر اینکه زندگی رو از خیلی جهات تغییر میده و در نتیجه خیلی آدم ها هستن که در اثر شیوع فوت میکنن اما به خاطر ابتلا به ویروس نمیمیرن. یه مثال بزنم، مثلا وقتی بیمارستان ها ظرفیتشون به خاطر بیماران کرونا پر شده، آدم های دیگه ای که اگر تو بیمارستان پذیرش میشدن و درمان میشدن، زنده میموندن، ممکنه به دلیل بیماری های دیگه فوت کنن. یا حتی ما دیدیم تو بعضی از کشورها، حتی کشورهای پیشرفته ای مثل بریتانیا، عده ای از ترس مبتلا نشدن به کرونا با وجود مریضی، با وجود اینکه حتی سکته کردن، نرفتن بیمارستان و فوت کردن. به همین خاطره که توی مواردی مثل یک اپیدمی، یک همه‌گیری ویروس، بهترین راه برای تخمین تعداد واقعی در واقع تلفات این شیوع اینه که به جای اینکه شما بیاین بشمرین، بیاین نگاه بکنین ببینین در یک بازه زمانی که این شیوع اتفاق افتاده چند نفر مردن و این چقدر بیشتر از میانگین سالهای قبل بوده. و این دقیقا کاری بوده که همکاران ما در سایت بی بی سی فارسی بر اساس آماری که اداره ثبت احوال ایران منتشر کرده انجام دادن. پس یعنی این آماری است که در اختیار دولت ایران هم هست و اونها هم عملا میتونن این کار بکنن. در بریتانیا هم اتفاقا بر همین اساس در واقع یعنی نگاه میکنن، اونها به صورت هفتگی آمار مرگ و میر رو دارن و بررسی میکنن. چه چیزی این آمار و ارقام الان به ما میده دقیقا بیشتر از این؟ این آمار رو یک زمانی سازمان ثبت احوال حتی به صورت روزانه آمار مرگ و میر و آمار ولادت رو منتشر میکرد، ولی از
اوایل شیوع کرونا ستاد ملی مقابله با بحران کرونا دستور داد که هیچ کسی آمار منتشر نکنه، به همین خاطر آمارها دیرتر منتشر شد. حالا که آمارها منتشر شده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم تو استانهایی که ما میدونستیم شیوع کرونا تو اونها شدیدتر بوده، ما بیشترین آمار مرگ و میر اضافی رو در 3 ماه زمستون داشتیم. در استان تهران تقریبا 1800 نفر، در استان گیلان 1700 نفر و در استان مازندران 1100 نفر. اما اگه با جمعیت نگاه کنیم میبینیم که استانهایی مثل گیلان، قم، مازندران و گلستان به نسبت جمعیتشون بیشترین افزایش در تعداد مرگ و میر رو داشتن. و میگم همه این آدم ها ممکنه مستقیما مبتلا به کرونا نبوده باشن و به خاطر ابتلا به کرونا نمرده باشن، ولی جونشون رو به خاطر بحران از دست دادن، بحرانی که ممکنه جان یه عده‌ای رو هم نجات داده باشه. به خاطر اینکه فرض کنید وقتی به خاطر شرایط قرنطینه آدم‌های کمتری مسافرت میرن، تلفات تصادفات جاده‌ای ما میدونیم مثلا در دوره نوروز کمتر شده بود به خاطر همین داستان، در واقع جان یه عده‌ای رو هم نجات میده. این آمار 6400 نفر خالص تلفات انسانی بحران شیوع کرونا در ایران در زمستانه. ممنونم ازت بهرنگ تاجدین همکارم جان. چند خبر کوتاه. رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید این سازمان به زودی سامانه گزارشگران فساد ایجاد میکند. حسن درویشیان گفته این سامانه به خبرنگاران کمک میکند تا گزارش‌های مربوط به فساد را به سازمان بازرسی ارائه کنند. و همچنین گفته در سال گذشته حدود 100,000 شکایت در مورد رشوه‌خواری و اختلاس به دست این سازمان رسیده و نزدیک به 5,600 میلیارد تومان فرار مالیاتی ثبت شده. پلیس ایران 3 نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی نوزاد بازداشت کرده. گفته شده 2 نوزاد 20 روزه و 2 ماهه همراه آنها پیدا شده. این افراد نوزادان را از خانواده‌های فقیر حدود 5 تا 10 میلیون تومان می‌خریدند و 40 تا 50 میلیون تومان می‌فروختند. سازمان بهزیستی برای نگهداری و حمایت از این نوزادان اعلام آمادگی کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد از امروز گفتگو درباره یک قطعنامه پیشنهادی آمریکا را شروع می‌کند که هدفش تمدید تحریم تسلیحاتی ایرانه. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که توافق هسته‌ای را تایید کرده، قرار تحریم تسلیحاتی ایران تا کمتر از 4 ماه دیگه برداشته بشه. رئیس جمهوری ایران پیشنهاد همتای آمریکاییش برای مذاکره رو امروز تعارف بی‌اساس و حرافی خوند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. شورای امنیت قرار است از امروز مشورت ها و گفتگوها درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا را شروع کند. قطعنامه ای که خواهان تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی ایران است که قرار است تا چند ماه دیگر مدت آن به سر برسد و برداشته شود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا که تحت فصل 7 منشور سازمان ملل و تهدیدها به صلح و امنیت جهانی تنظیم شده است، ایران را به علت حمله موشکی به عربستان محکوم می‌کند. این بعد از گزارش اخیر دبیر کل که گفته است موشک‌هایی که سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان اصابت کرد منشأ ایرانی داشتند. پیشنویس قطعنامه می‌خواهد شورا فروش یا ارسال سلاح به ایران و از ایران به خارج را منع کند. پیشنویس به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌هایی را که به آن مظنون هستند بازرسی کنند و به کشورها اجازه میدهد کشتی‌هایی را که در آب‌های آزاد مظنون به حمل سلاح برای ایران هستند با اجازه کشور صاحب پرچم بازرسی کنند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا جزی از فشارهای حداکثری رئیس جمهوری آمریکا به ایران است. او اینجا همین چند روز پیش دوباره از ایران خواست به پای میز مذاکره بیاید، آن هم قبل از انتخابات آمریکا. در غیر آن صورت او گفت هزینه برای ایران بیشتر خواهد شد. در تهران رئیس جمهوری ایران گفت صحبت‌های آقای ترامپ تعارف‌های بی اساس است و حرافی‌های انتخاباتی. عذرخواهی از ملت ایران، جبران خسارت ها، بازگشت به مقررات، بازگشت به چارچوب 5 به اضافه 1 میتونه باز هم راه حل باشه، ولی ما میدونیم این تعارفات بی اساس حرافی هست
به دلیل انتخابات و گرفتاری که پیدا کردند. در شورای امنیت روسیه و چین گفتند به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی نخواهند داد و آمریکا تهدید کرده است که اگر این قطعنامه رأی نیاورد در چارچوب قطعنامه 2231 اقدام به برگرداندن همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد کرد. اقدامی که از نظر حقوقی هنوز روشن نیست که آمریکا حق آن را دارد یا نه. وزیران خارجه کشورهای اروپایی که جمعه پیش اینجا در برلین ملاقات داشتند تصریح کردند که از چنین قدمی حمایت نمی‌کنند و برای جلوگیری از برخورد در شورای امنیت طرحی را آماده کردند که امیدوارند برای آمریکا و همچنین برای روسیه و چین قابل قبول باشد. سه کشور اروپایی پیشنهاد دارند که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را شاید برای مدتی محدود مثلا یک سال تمدید کرد و در این مدت ایران اجازه داشته باشد که سلاح‌های متعارفی و غیر پیشرفته وارد کند و طی این مدت ارسال سلاح از ایران به کشورهای منطقه شدیداً کنترل شود و تخلفات ایران در برجام در داخل برجام حل و فصل شود. اما معلوم نیست حالا که پیشنویس پیشنهادی آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، پیشنهادهای اروپا دیگر تا چه حد مطرح خواهد بود. در این روزهای پرتنش پیش رو در شورای امنیت، کسرانجی بی بی سی. پروازهای بین‌المللی به افغانستان پس از 3 ماه از سر گرفته شد. اداره هوانوردی افغانستان گفته پس از حدود 3 ماه توقف پروازها به خاطر شیوع کرونا، از امروز شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز به این کشور پرواز داشته. گفته شده کشورهای آسیای میانه هم برای آغاز پرواز از اوایل ماه آینده اعلام آمادگی کردند. به دلیل توقف خطوط هوایی از 3 ماه گذشته، صنعت هوایی افغانستان حدود 45 میلیون دلار ضرر کرده. همچنین بسیاری از کارمندان شرکت‌های هواپیمایی این کشور به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید زنان در افغانستان کمتر از مردم به خدمات پزشکی و آزمایش کرونا دسترسی دارند. در همین حال، وزارت صحت عامه اعلام کرده که در شبانه روز گذشته بیش از 230 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور ثبت شده و 21 نفر هم جانشون را از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان به حدود 30,000 نفر رسیده و گفته شده که تا به حال 639 نفر از مبتلایان جانشون را از دست دادند. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ما هست. علی، آیا این گزارش گفته که چرا زنان کمتر از مردان دسترسی دارن به این خدمات درمانی؟ مشخصا اشاره‌ای به دلایل نشده، اما نگرانی ایشان این بوده که به هر حال و به هر دلیل تعداد آزمایش کرونای زنان نسبت به مردان کمتر است. رقمی را که ارائه کردن این است که بر اساس آمارها 70% مردها توانستند آزمایش کرونا بتن و در مقابل تنها 30% زنها. در افغانستان اما میشه تقریبا به 2 دلیل عمده اشاره کرد که سبب این آمار کم آزمایش کرونای زنها عنوان کرد. یکی مسئله ناامنی است. این ناامنی سبب شده که در خیلی جاها تا مراکز صحی آنطور که باید باشه نباشه و موضوع مسائل فرهنگی که کمتر حالا فضا را ایجاد میکنن و فراهم میکنن برای که زنها بتوانند به خدمات تست و آزمایش کرونا دسترسی پیدا کنند. به هر حال نگرانی این کمیته بین‌المللی نجات بجاست و آمارها همه را نشان میده که تعداد زنها به مراتب کمتر از مرداست که دسترسی دارن به تست کرونا. آیا دولت در مورد اصلاح آنچه که داره اتفاق میفته تعهدی داده؟ ببینید، دولت در این حال تاکید میکنه و تایید میکنه حرف کمیته بین‌المللی نجات را و آمارها را اگر نگاه کنید، فهرست وزارت صحت عامه را اگر نگاه کنید، تعداد نامهای مردها به مراتب بیشتر از زنها است. مشابه رقمی است که کمیته بین‌المللی نجات ارائه کرده. مثلا در افغانستان 73% مردها توانستن، 73% افرادی که تست کرونا دادن مرد هستن و 27% هم زنها. موضوع اصلی این است که به طور مجموع و کلی در افغانستان ظرفیت انجام آزمایش کرونا کم است. به همین خاطر وزارت صحت عامه از مراکز خصوصی خواسته که در این زمینه فعالیت خودشان را آغاز کنند که در قبل ممنوع بود و در عین حال هم سازمان جهانی صحت و بهداشت گفته که کمک میکنه تا این ظرفیت تست و آزمایش کرونا در افغانستان
افزایش پیدا کنه، ولی ما میدانیم که تعداد افراد متقاضی به مراتب بیشتر از افرادی است که آزمایششان انجام میشه. ممنونم ازت علی حسینی، همکارم از کابل با ما. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. یافته های بی بی سی نشان میدهد شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران در زمستان گذشته ممکن است تا 5 برابر آمار رسمی باشد. امروز شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به بحث می‌گذارد. در ادامه این برنامه، نگرانی از توقف خدمات سقط جنین در بعضی از بیمارستان‌های اروپا. همونطور که پیشتر هم گفتیم، رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگه این سازمان به زودی سامانه گزارشگران فساد ایجاد میکنه تا خبرنگاران بتونن گزارش های مربوط به فساد رو به این سازمان ارائه بکنن. برای بحث بیشتر در این مورد، عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان از فرانکفورت آلمان با ما هست. آقای احمدی، نظر شما رو در مورد آنچه که سازمان بازرسی کل اعلام کرده بدونیم، فکر میکنید میتونه اوضاع رو بهتر بکنه؟ منم سلام عرض میکنم. حقیقت رو بخواید بدونید، به باور من خیلی کنه که اولین تلاشی نیست که در این راستا میکنه. خود سازمان بازرسی یک نمونه است که نزدیک به 2-3 دهه کار میکنه. سازمان های موازی دیگه هم هستن که فقط اون نیست، مثلا تعزیرات بوده یا در شهرداری ها حراست ها هستن. و خود مثلا به طور مثال سازمان خصوصی‌سازی یک نهادی داشت که نظارت میکرد روی کار سازمان خصوصی‌سازی، ولی در نهایت میبینید که دایره فساد کمتر که نشده، بلکه سال به سال بیشتر میشه، چون که خود قوه قضاییه امروز متهمه با قاضیاش، با مدیرانش که در واقع مرجع فساد هستن. به همین خاطر من فکر نمی کنم تأثیری داشته باشه، مگر اینکه اتفاق در جای دیگه ای بیفته. در خیلی از کشورها، حتی اگر راه دور هم نریم، در افغانستان و پاکستان هم میبینیم که رسانه‌های آزاد هستند که عملاً فساد مسئولین رو رو میکنن. در ایران در شبکه‌های اجتماعی در حدود از یک سال گذشته این مسئله خیلی باب شده. به نظر میرسه که این یه تلاشی باشه برای اینکه اون مسئله رو هم بیارن زیر چتر حاکمیت. آیا اینطور نمیبینید شما هم ماجرا رو؟ بله، همونجوری که عرض کردم، ما باید یک تغییری در ساختار داشته باشیم. وقتی دولت در همه جای دنیا یه تعریفی داره به عنوان یک نهادی که اومده خدمت بکنه، اما در ایران همونجوری که آقای روحانی امروز هم گفتن، وقتی شما مالک مثلا ارز بنستن، حالا اینکه بپرسیم این ارز اصلا چیه که شما مالکش هستی، دولتی که اومده میگه همه چی مال منه، این رو دیگه شما نمیتونی کنترل کنی. الان وضعیتی که من دارم میبینم مثل ماشین خرابی است، به طور مثال که شما این راننده رو عوض کنید، حالا باید این قطعات یا اصلا این ساختار عوض بشه. شما وقتی که یک جامعه دارید که شفافیت درش وجود نداره و برابری بین جنسیت وجود نداره، دولتش پاسخگویی رو نداره به مردم بده. از آبان 98 شما ببینید کجا دولت اومده و یک دیتایی رو باز کرده برای اینکه عموم بهش دسترسی داشته باشه. در این بستر دولت تنها چیزی که داره احیانا یک بانک داده جدیده، برای اینکه یک داده داشته باشه از فساد و بعد بره سراغ اینا و بعد یک فساد جدیدی احتمالا در فساد دوباره متولد بشه. ممنونم از شما، عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بار دیگر از ایران خواسته تا اساسنامه فدراسیون فوتبالش را اصلاح کند. فیفا به بی بی سی فارسی گفته پیشنویس اساسنامه جدیدی که از فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده هنوز منطبق با ارزش‌های این سازمان نیست و باید اصلاح شود. فدراسیون فوتبال ایران در 7 ماه گذشته بعد از استعفای مهدی تاج زیر نظر سرپرست اداره شده و فیفا اجازه تشکیل مجمع و انتخابات برای رئیس جدید را نداده. پویا جعفره، همکارم، خبرنگار ورزشی ما اینجا هست. پویا، تو باز نامه نوشتی به فیفا و این جواب رو گرفتی. چرا نامه می‌نویسی به فیفا؟ اینا که دارن کارشون رو میکنن و نتیجه در نهایت اعلام میشه. دلیل اصلیش اینه که اولا یک اخباری از داخل ایران
داشت درز میکرد بیرون که به نظر میاد که افرادی تو فدراسیون فوتبال هستن و حتی مصاحبه آقای کفاشیان هم بود که گفته بود که ما پالس های مثبتی از فیفا دریافت کردیم. از طرف دیگه اگر که فیفا داشت دوباره این رو بررسی میکرد، برای من سوال بود که روز پنجم ژوئن که 19 روز پیشه و دیروز مثلا میشد 18 روز پیش و ضرب العجل ایران بود برای فرستادن پیشنویس اساسنامه به فیفا، برای چی فیفا داره همچنان مدارا میکنه با ایران؟ الان فیفا میگه که ما داریم این رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، بند بندشو دارن میرن جلو و باز به ایرانی ها گوشزد میکنن که بیان اینها رو اصلاح بکنن. اون چیزی که در مثلا پالس های مثبت هم گفته شده بود توی این ایمیل من از فیفا دریافت نکردم، میگن که یک پروسه استانداردیه، در واقع مثل یک پدری میمونه که 200 تا بچه داره، حالا یکی از بچه‌هاش هست مثل ایران که خیلی خوش رفتار نیست، خیلی بازیگوش اذیت میکنه، ولی کن داره مثل بقیه رفتار میکنه با ایران. خب این پدر فکر میکنی که بخواد در نهایت جدی بگیره قضیه رو، یه عملی اقدام تنبیهی بکنه، کاری چنین چیزی پیش بینی میشه؟ به نظر میرسه که توی این مقطع فعلی واقعا را دست فیفا هم نیستش که از قوه قهریه بخواد استفاده بکنه برای ایران. خیلی من دیدم این ورون و شایع شده که مثلا فلانی فلان کس رو تو فیفا میشناسه، اینا با همدیگه خوبن، ما چیزی به اسم مثلا خوب بودن تو این روابط حرفه‌ای نداریم، اینا دارن کار خودشون رو انجام میدن، از ایران هم انتظار دارن که کار خودش رو انجام بده، دارن در واقع احترام میذارن به ایران که این پروسه رو اجازه دادن که تا اینجا طول بکشه. وضعیت کلی رو هم باید نگاه بکنیم، به خاطر اینکه الان بحران کرونا هست، اینکه بخواد فیفا کمیته انتقالی تشکیل بده دردسره، بعد دوباره بیان یه سری افراد رو مشخص کنن، مسافرت بکنن به ایران، فرودگاه ها دردسره، مسافرت کردن دردسره، خود وضعیت کرونا تو ایران مشخص نیست، همه اینها رو هم دیگه بذاریم، فیفا ترجیح میده که تا جایی که میشه با مکاتبه کردن مرحله به مرحله جلو رفتن سعی بکنه که این رو به یه جایی برسونه که یه اساسنامه طبق همون اساسنامه خودش در ایران در نهایت تهیه بشه و این یک بنای کاری بشه واسه کار کردن فدراسیون. اینکه آدم‌های مختلف لابی کردن یا اینکه مثلا با هم دیگه رابطه دارن همچین چیزی نیست و فیفا هم با توجه به اتفاقایی که تو سال‌های اخیر افتاده امکان نداره که بیاد اعتبار خودش رو ریسک بکنه برای اینکه مثلا دوستی داشته باشه با یک طرف ایرانی. دارن وقت بیشتری می‌ذارن که این ماجرا در نهایت یک سنگ محکمی رو بنا بکنه. ممنونم ازت پویا. پویا ژافه همکار میشه برسوری. اما در خبر ورزشی دیگه، بعد از نزدیک به 4 ماه وقفه لیگ برتر فوتبال ایران از امروز از سر گرفته میشه. در خوزستان تیم‌های فولاد و استقلال تهران در حالی به زمین میرن که برای جلوگیری از شیوع کرونا مسابقه ها بدون تماشاگر برگزار میشه. هفته 22 مسابقه ها از یک شنبه پیگیری میشه. چندین تیم لیگ برتر ایران با از سرگیری مسابقه ها همچنان مخالفند. در جدول پرسپولیس با 10 امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان صدر نشینه. شیوع کرونا باعث شده بیمارستان‌ها در بعضی از کشورهای اروپا از پذیرش زنان برای عمل سقط جنین خودداری کنند. سازمان بهداشت جهانی سقط جنین رو جز خدمات پزشکی ضروری میدونه. با این حال یافته‌های بی بی سی نشون میده که با متوقف شدن سقط جنین در شماری از بیمارستان‌ها و محدودیت سفر، زنان زیادی که گرفتار بارداری ناخواسته شدن هیچ گزینه امنی در پیش روی خودشون نمی‌بینن. جین مکنزی گزارش میده با این توضیح که بعضی از جزئیات این گزارش ممکنه برای شما آزاردهنده باشه. با شیوع کووید 19 بیمارستان‌ها ناچار شدند ارائه خدمات پزشکی غیر ضروری را متوقف کنند. در رومانی اما تقریباً همه آنها سقط جنین را از خدماتشان حذف کردند. این مکالمه تلفنی با بیمارستان حدود 2 ماه پیش ثبت شده. بله؟ می‌خواستم ببینم میشه برای سقط جنین تو بیمارستان شما وقت بگیرم؟ سقط جنین الان نداریم. از 23 مارس انجامش نمیدیم. در اوج بحران از 280 بیمارستان دولتی فقط 11 بیمارستان خدمات سقط جنین ارائه می‌کردند. همه‌گیری کرونا بهانه‌شونه. زن‌های زیادی به خصوص اونهایی که فقیرن و آسیب‌پذیرتر هستن عملاً به سقط جنین دسترسی ندارن. This is how desperate the situation is. My boyfriend tricked me. دوست پسرم گولم زد. من پولشو ندارم که بخوام بچه داشته باشم. دریا حتی یک دکتر هم پیدا نکرد که عمل سقط جنین را برایش انجام دهد.
بهم گفتن یه نفری هست که بازنشسته شده و تو خونش عمل سخت جنین میکنه. رفتم اونجا. یه تخت برای این کار توی اتاق گذاشته بودن. خیلی ترسیدم. با دستگاه وکیوم این کارو کرد که من انتظارشو نداشتم. در کشورهای دیگر اروپا هم وضعیت همین گونه است. ما با زنانی در ایتالیا، کرواسی و لهستان گفتگو کردیم که به همین شکل از خدمات پزشکی محروم شده بودند. در این کشورها سقط جنین برای زنها همیشه سخت بوده و این بحران به مشکلاتشون اضافه کرده. درمانگاه‌های معدودی این خدمات رو ارائه می‌کنند، اما امکان سفر برای دسترسی به این خدمات وجود نداره. در اسلوواکی اخیراً برای محدود کردن سقط جنین تلاش‌هایی صورت گرفته. سیاستمدارها به زنان درباره این عمل هشدار دادند. کله گنده های نظام درمانی ما تو اسلوواکی معتقدند که سقط جنین ضروری نیست و الان وقتش نیست که زنها چنین عملی رو بخوان انجام بدن. نظر شما در این باره چیه؟ خب از نظر پزشکی این درست نیست. پیشنهاد شما اینه که زنها الان سقط جنین نکنن؟ نه اصلا، فقط میگم از نظر اپیدمیولوژی این کار الان خطرناکه و اگه میتونن بهتر صبر کنن. من نگفتم این کار را اصلا انجام ندن. سازمان‌های حقوق بشری حالا از دولت‌های اروپایی خواستند که دسترسی همه زنان به خدمات ایمن پزشکی برای سقط جنین را فراهم کنند. دریا هنوز نگران عوارض سقط جنینش است. نگرانی ها از این هم هست که شاید دسترسی به سقط جنین در بعضی از کشورها هرگز به وضعیتی که قبل از شیوع کرونا بود برنگردد. با شیوع جهانی کرونا برنامه های نمایشی یا لغو شد یا به تعویق افتاد. حالا در سوئیس گروهی از آکروبات بازها تصمیم گرفتن که اجرای نمایش رو ادامه بدن و برای این کار به ارتفاعات آلپ رفتن. گزارش آلانا پتروف. فاصله اجتماعی در خیلی از شهرها هنوز حدود 2 متر است. اینجا در کوههای آلپ سوئیس، این آکروبات کارها در ارتفاع 3000 متری دور از هر شهر و اجتماعی برای اجرای نمایش دور هم جمع شدند. بند بازی با چشم بسته، دوچرخه سواری روی کابل و این یکی که اسمش را گذاشتن چرخ مرگ. آنها میگویند این بند بازی روی کابل شیبدار در جهان بی سابقه است. فردیناک و تیم آکروبات کارهایش که اینجا نمایش‌هایشان را در مرز خطر به اجرا گذاشتند، میگویند هدفشان جلب توجه عمومی به وضعیت هنرمندانی است که در ماه‌های گذشته بیکار شدند. این که ما ناامید نشدیم برای همه خوبه. ما نسبت به آینده همچنان مثبت فکر می‌کنیم. الان دوران سختیه ولی به هر حال اینم می‌گذره. ماه‌های گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته و همه را واداشته که به نوعی تعادل خودشان را حفظ کنند. این آکروبات کارها امیدوارند نمایششان باعث بالا رفتن روحیه همه مردم بشود. آلانا پتروف، BBC News. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایقی با خلاصه خبر باشیم.